آیا بهشت وجود دارد یا خیر؟ که پیامبر صلی علیه میگه وقتی شما از خداوند بهشت میخواهید فردوسی بخواید که بالاترین درجه یا مقام بهشت است. آیا خداوند در بهشت میبینیم بهشت که پهنایش اندازه زمین و آسمان است بهشت یعنی هرچی چی اشتها بر برای بر زنها در بهشت چی نعمت است در دنیا طرف نظر به معیارهای قرآنی میفهمم که جننه هست یا بهشت است. ما چگونه به بهشت برسیم با در به دست آوردن بهشت از این دنیا میشه موضوع حور بهشتی است استاد بدون شک در بهشت درجات است طبقات است یعنی مثل که در دیدن ماه شب 14 میلیون ها, ها انسان او رو میبینن هیچ ازدهامی در دیدنش ایجاد نمیشه همچنین شما را بتانه میبینید که بدون که ازدهامی در او ایجاد بشه بسم الله الرحمن الرحیم همتنای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امید است که جور و صحت و سلامت باشین با خانواده عزیزتان در هر جایی که بیننده ما هستین سلام و موضوعی که دایی برنامه دوستان انتخاب شده بنابر اتفاق را بنابر نظریات و موارد که ما از شما دوستان دریافت کردم موضوع بهشت انتخاب شده یا جنت در بیساری جای روزی بحث میشه روایت های از بهشت ما شما یا با استناد از آیات قرآن یا بعضی کسا بر ما روایت میکنه همیشه امروز در این برنامه سلام روش بحث کردیم و بسیاری پرسش هایی که شما دوستا روان کردین و بسیاری پرسش هایی که در ذهن شما همیال هست و این بیننده از این برنامه سلام هستین همش ان حل خواهد شد و بریم به استاد بزرگوار که وصل است و استاد عبدالسمد قاضی عزیز که بازم داره خوشبختانه و میریم به بحثی که روی بهشت خواهد استاد سلام برسم بسا خوش آمدین علیکم السلام و رحمت الله جناب محمد سیب عزیز و گرامی عرض سلام احترام خدمت شما به همکارای عزیز و همه بیننده های ما خواهر و برادر سلام علیکم و رحمت الله امیدوارستم در هر جایی که هستید لباس عزت و عافیت به سعادت مندی را بر تن داشته باشید و از گزن در روزگار در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید در خدمت زنده باشین استاد بزرگوار دوستای که میبینن حمایت شما سابسکرایب چینل است سابسکرایب کنین و میشه که ویدیوهای تازه سلام و برنامه ما دیگه به خدمت شما برسه سرزی استاد صحبت کنیم که آیا بهشت وجود دارد یا خیر بسیار عالی بسیار عالی سوال بسیار زیبا و موضوع بسیار مهمی که هر انسان مسلمان در قبال این موضوع مسئولیت داره باید بدانه چرا تمام تلاش ما به فکر ما و امید ما به بی... موضوع بابسته است ببینید جناب محمد صاحب عزیز و کرامی آیات متعددی در قرآن از مشن در باب جهنم و جنت یا بهشت وجود داره که بیانگری موجودیت یا به بیانگری واقعیتی به نام بهشت و جهنم است و هیچ انسان مسلمانی از این موضوع انکار کردن نمیتواند اگر مسلمان باشد و بابری نداشته باشد به بهشت و جهنم نمی شود واقعا مسلمان باشد چرا؟ تمام تلاش انسان و مسلمان، زحمت انسان و مسلمان، امید انسان و مسلمان، تکیهگاه انسان و مسلمان، آرزوی انسان و مسلمان همون رسیدن به بهشتی که خداوند وعده داده همون است. این یک نکته. نکته دوم از نظر عقلانی هم که اگر شما فکر بکنید بهشت و جهنم باید وجود داشته باشه من میخوام به اساس عقل بیان بکنم تا خیلی افرادی هستن که به اصطلاح اونها مثال نقل قبول ندارن یعنی مثال شر قبول ندارن میگم مثال عقل ما میخوایم بپردازیم اولا در حال که همین لحظه ما خودی صحبت میکنیم شاید بالاتر یا بیشتر از دو میلیارد انسان و مسلمان تنها مسلمان بر قضیه بهشت و جهنم اعتقاد و باور دارن یک دوم تمام پیروان ادیان مثلا یا مسیحیت و یهودیت عین قضیه باوری بری بهشت و جهنم دارن تنها باور مسلمان نیست شما یک نقطه بسیار خوبی اشاره کردین که ایساویایی که دودود دو اشاره سه میلیارد نفر است که به دین ایساویت است یا یهودایی که در حدود 15 از و بیشتر میلیون نفر است و مسلمانایی که در حدود دو میلیارد نفر است یعنی بیش از چهار میلیارد نفر در روی از کره زمین اعتقاد به بهشت و دوزخ داره فکر میکنم استاد یکی از جوابای بسیار بزرگ از به او کسایی که تمسخر میکنن یعنی هم یهودیت هم مسیحیت هم مسلمان ها هر سه این گروه های بسیار بزرگی که به اصطلاح پیروان ادیان آسمانی هستند برای قضیه باور دارند هم به جهنم هم بپیشن مثالش شما در قرآن ببینید یهود و مسیحیت میگویند وقالو لیت خل الجنت الا من کان هودا او نصارا و بهشت وارد نمیشود هیچ کسی مگر ای که یهودی باشد یا نصرانی باشد یعنی اونها چنان اعتقادشان بالا است در ای باب غلوف میکنند که حتی میگویند غیر از ما کسی دیگه وارد بهشت نمیشه خودشان به اصطلاح مستحق و بهشت می داند. این نکته ای دوم نکته ای سوم اگر فرض کنید بهشت و جهنمی نباشه نباشه آینده ای کلی بشریت به یک بنبست روبرو میشه زندگی بی معنا میشه بی مفهوم میشه دیگه اصلا معنای شما در زندگی پیدا کرده نمیتوانید به طور مثال ده. هزاران انسانهای ظالم مستکبر جبار مثل امروز که شما ببینید بالاتر از چیزی کم چل هزار انسان رو به قربانگاه فرستادن و تکه تکت تو تپاره کردن اگر جهنمی نباشه بازخواستی نباشه محاسبه نباشه حساب و کتابی نباشه چی تصور میکنی اینا اینا به کجا باید مجازات بشه <applause> یک مثال است و این قضیه برعکس قضی را شما تصور کنید میلیاردها انسان چه کسای مرده کسایی که زنده هستند همه به یک امیدی به یک اعتقاد و به یک باور عبادت میکنن خدا رو پرستش میکنن به یک نوع تلاش میکنن به یک نوع معنویات به دست میآورن در نتیجه آرزو و امیدشان کجاست میگه بهشت برای ما خدا هم پاداش میده پس حقا که دو تا مکان یکی مکانی به نام بهشت برای مکافات و مکانی دیگری به نام جهنم برای مجازات وجود دارد مکافات برای انسانهای صالح و انسانهای خوب حالا فرق نمیکنه پیرو هر دینی باشه حالا یهودی هم که به معنای واقعی از دین خود پیروی کردن از زمان موسی علیه السلام مردن اهل بهشت مسیحی ها هم که به معنای واقعی از دین مسیحیت پیروی کردن به عیسی ایمان داشتن مردم های خوبی بودن یاران عیسی بودن اهل بهشت و مسلمان هم که به معنای واقعی از اسلام پیروی کنن به تلاش کنن به بر مبنای چارچوکاتی که اسلام طرح کرده اینا حرکت بکنن اعمال خود تنظیم و ترتیب بکنن به بهشت میرن پس بهش جایی است برای مکافات انسان های خوب و به جهنم جایی است برای مجازات انسان های ظالم و ستمگر و مستکبر پس حقا که این هر دو یقین و باور است هیچ شک و تردیدی در اینها نیست استاد بزرگوار پرسش دومه که مطرح میشه ای است که ما در دنیا زندگی میکنیم زیبایی های در این زمین هست و زیبایی های رم در آسمان هست در ستاره ها و کهکشان این موارد اما از زمین زمین اگر خلاصه صحبت کنیم نعمات بسیار زیاد فراوان در زمین هست برای انسان ها که استفاده میکنند تفاوت های بهشت و جنت با این زندگی که ما داریم مثلا کوتاه در چند نکته بگوین که چی تفاوت های داره بعض روایت های رو استاد ما در درباره بهشت در احادیث اگر شنیده باشیم یا خوانده باشیم یا بعض دوستا حکایت کرده باشند از قرآن و از احادیث اما اگر شما استاد واضح بگین که چی تفاوت ها بین این زندگی ما و بهشت وجود داره؟ بسیار ببینید جناب محمدی صاحب عزیز به اولا بهشت و دنیا هیچ قابل مقایسه با هم نیستن اینها. ده. و تفاوت های اینها مثل زمین تا با آسمان از هم متفاوت هستن. مال تفاوت هایش یک یک مردم بیان می یک. دنیا با وجود این زیبایی هایی که داره خوبی هایی که داره مزایایی که داره فانی شدنی و از بین رفتنی است آیات سریح قرآن در این مورد دلالت می کند کل من علیها فان و یبقا وجه رب بکز و والاکرام کل شیء حال کن الا وجه همه اینو فنا میشه از بین میره کل نفس زائقت الموت همه این نفس کشنده ها هم از بین میره از بین میره زایش. دنیا فانی هست بهشت باقی هست یک تفاوت دنیا با وجود همه نمی امکاناتی که داره همین خصوصیاتی که داره روزی بعد داده شده که دنیا از بین بره فانی است و ایران تنها اعتقاد و باور مسلمان هاست بلکه بسیار از غیر پیروان غیر از اسلام هم به اصطلاح بی معتقدن باور دارن یهودیت هم بی باور دارن مسیحیت هم بی باور دارن و حتی افراد غیر یهودیت و مسیحیت هم بعضی از متخصصانشان به نتیجه که روزی دنیا بالاخره تمام بس انرژی که داره ظرفیتی که داره همه چیز اتمام میشه و فرو میپاشه در نتیجه از بین یک دوم تفاوت چیست در دنیا شما هر قدر تلاش کنید هر قدر زحمت بکشید و تمام خواسته هایتان نمیرس با. یک چیزی به اصطلاح ثابت شده است چرا خواسته های انسان در دنیا حد و مرزی نداره شما مثلا وقتی برای خود یک میاد تعیین میکنیم به اونجا که میرسیم باز یکی دیگه پیدا میشه یکی دیگه پیدا میشه یک خواسته دیگه پیدا میشه مثلا طرف آرزو داره میگه من یک وقت صاحب یک خانه بشم وقتی یک خانه شد میبینی که به اصطلاح میگه یک پلویز یک میمون خانه که چه داگانه باشه و پلویز به اصطلاح برو برو میره تا به آخر سعی میکنه که هیچ خانه نمیشه مو یک چیز ثابت شده است از نظر تجربه و از نظر دینم پیامبر صلی الله علیه گفته که این انسان ظرفیتی داره اگر برش یک شله یا یک وادی, یک وادی یک از طلا و نقره داده شه یکی دیگه رو طلب میکنه قانع اما در بهشت شما به تمام آرزوها و خواسته هایتان میرسید این تفاوت دو تفاوت سفون در دنیا انسان میمیره برای موقته یه مدت چل سال پنجاه سال صد سال نهایتش آخرش میمیره مرگ است اما در بهشت مرگ نیست در بهشت پیری نیست در بهشت مریضی نیست در بهشت غم و اندوه و مصیبت نیست به امول از الله سبحانه و تعالی در آیت قرآن میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل ما از قلب هایتان هر چی حتی غلغش هم از دور بیرون میکنیم به خاطر اینکه یکی از جملی اسباب آزار و اذیت انسان به پریشانی انسان در دنیا حسد و کینه و کدورت و غلغش که در دلش است هموناست که سبب میشه زندگی برای انسان تلخ میسازد ولی در بهشت الله تبارک و تعالی میگه قلب هایتان پاک میساز. یکسان میسازد تفاوت دیگرش تفاوت دیگر شما در دنیا هر چی بخواید برایتان مساعد نیست یعنی ولو که هر هرقدر امکانات داشته باشی ما خیلی پولداری داریم در دنیا از خیلی استفاده از بسیار از نعمت ها محروم نمیتونن استفاده بکنن محروم حالا یا به اساس مریضی است یا به اساس مصلحتی است یا به اساس کدام چی وجود داره مانه بردن ها وجود داره اما در بهشت الله تبارک و تعالی میگه چی بخواید دارید ولکم فیها متشتهی تشتهی انفسو و تلذز الاعیان هرچی چشمتان لذت ببره از او به نفستان اشتها بکنه اشتها یک جمله عجیبی است چرا میگن بهشت بهشت یعنی هرچی اشتها بکنی اشتها است که شما مثلا در یک وقتی در یک جای نشستین یه دفعه به دلتان یک چیزهایی میگرده کاش اینا میبود مساعد میبود قلبا او را تمنا میکنی آرزو میکنی این میگن اشتها ولی در دنیا خیلی چیزا انسان اشتیا میکنه به اون نمیرسه خیلی شاید ممکنه میالا خودتان هزار ها اشتیا در دل دارید با کجا باشم باکی باشم چی بخورم چی بپوشم کجا برم کجا سفر کنم کاش همین لحظه به کابل جان چکر میزدم حالا نیست برتان مساعد نیست اما در بهشت خصوصیت این که هر چی شما اشتها بکنید در اونجا برتان هست به اول از خداوند تبارک و تعالی در یک آیه در قرآن خلاصه میکنه ولل اخرت خیر لک من الاولا ای آیت قرآن است همان و آخرت هم بهتر است برایتان و هم برتر است نسبت به مسائل دنیا بله استاد بسیار تشکر استاد ماشاءالله هم تفاوت هایش گفتین و کاملا واضح شد به ذهن کله دوستان یکی از پرسش‌های دیگه که استاد مطرح میشه ای است که بر مردها که معمولاً یاد شده و بعض دوستا یاد کردن یا مولوی صاحبا در موردش صحبت کردن موضوع حوری بهشتی و یار را یاد کردن یا بعض نعمات برای خانم ها برای زن ها در بهشت چین نعمات است چون ازی ما فکر میکنم شاید یاد شده باشه اما اگر امروز این برنامه استاد سرش مشخص ما شما تمرکز کنیم که بر خانم ها کدام نعمات در بهشت است اما قسمی که بر مردها هست آیا مساویانه است فرق داره یا خانم کدام حق حقوق دیگه دارن در, بهشت. در اونجا هم مرد سالاری است اونجا هم مرد سالاری است به گفته شما که اینا میام استاد واضح چون یک 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 تردید بسیار کلان در بین مردم است که جاتر فکر میکنن که بر مردا همه چیز در بهشت است و خانما و زنا اگر در برش صحبت شوه استاد بسیار جناب محمد سیف عزیز از اول قرآن تا اخیر قرآن وقتی شما ورق بزنید در باب اوصاف و تعریف بهشت و به نعمت های بهشت هر جایی که سیاق قرآنی آمده گفته برای متقین است برای مؤمنین است برای اهل بهشت است این متقین میتونه زن باشه این متقین میتونه مرد باشه این مؤمن میتونه زن باشه این مؤمن میتونه مرد باشه این انسان صالح میتونه زن باشه این انسان صالح میتونه مرد باشه این یک جمله دوم هر نعمتی از های بهشت که ذکر شده در قرآن نگفته که این نعمت مخصوص مرد است و این نعمت مخصوص زن است بلکه در اینجا گفته شده این نعمت برای اهل بهشت است حالا این اهل بهشت زن باشه مرد باشه به اصطلاح سیاهش باشه سفیدش باشه هر نوعش که باشه با. ما آیات قرآن رو برتان بخوان الله سبحانه و تعالی در بهشت از چهار تا نهر بسیار بزرگ صحبت میکنه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار بهشت که خداوند وعده داده برای متقین این متقی کلمه عام است میتونه مرد باشه میتونه زن باشه هیچ کسی نمیتونه بیا ادعا کنه که نه فقط تنها مردا از زنا حق ندارن الله میگه در نمی بهشت نرهایی است توضیح که به خاطر در ذهن بعضی از مغرضین نمونه کسایی که کس از فرصت بخوان استفاده کنن در بهش نهریست از اصل مصفا نهریست از شراب نهریست از وسطلا آب نهریست از شیر چرا؟ چرا این ذکر شده؟ یا مثلا در سوره اما اتصالون الله تبارک و تعالی و کبای و اطراب و اخیر میگه بالاخره نمت های بهشت بیان میکنه بهشت مثلا یک فضای سبزی بسیار زیبای شوکی های بسیار زیبا گذاشته شده در روی انسان ها تکیه داده هستند مثلا در سوی اصل میگه هم و از واج فی دلار این علال ارای که با همسرانشان در اون شوکی ها تکیه زده هستند تقاضای انسان فطرت انسان جناب محمدی صاحب در همه دنیا بهشت خوب بگذار در همی دنیا فطرت انسان تقاضای انسان خواهش چیه داره همیره داره که وقتی سرمایه میشه میگه باید برم یک جای مثلا یک زمین بسیار بزرگ بگیرم بعد این فضای سبز تبدیل بکنم بعد در این مثلا حوزه آبازی داشته باشیم بعد این نرهای مختلف آب باشه انوای از نوشیدنی ها باشه انوای از پرنده ها باشه انواع از میوه‌جات باشه انوای از غذا ها باشه حتی بیا انوای از دخترای زیباروی باشه که در کنارم نگاه بکنم طبیعت انسان هست یا نیست این طبیع انسان است حالا وقت قرآن می از باب بهش صحبت میگه در بهش مثلا جویبار ها است یا نرها است ها است فضای سبز است نمیفهم چوکی های بسیار زینتی است فرش های بسیار زینتی است انسان های متفاوت است به اصطلاح خوش رویان و خوب رویان است در اونجا در کناره چون فطرتی انسان به تقاضای وجودی انسان همی هست همین هم. انسان میخواد انسان طوری ساخته شده که همین میخواد و در دنیا هم هر کسی به سرمایه رسیده رفته می کرده چون تقاضای وجودی انسان همین ترتیب بنان در قرآن اگر از میوجات بهشت گفته شده گفته شده و لهم له فیها من کل ثمرات برای اهل بهشت از هر نوع میوه که بخواهد مرد و زنی بهشت اگر از انهار بهشت گفته شده گفته برای اهل بهشت است حالا مرد و زن میتونه از او استفاده کنه اگر از زیبایی های دیگری بهشت پرنده های بهشت فضای سبزی بهشت مثلا چوکی ها و فرش های زیبایی بهشت گفته شده همه از برای اهل بهشت است همه میتونن از استفاده کنن. یا مثلا آیت دیگه رو ببینید و ازلفت الجنه للمتقین این آیت رو ببینید و ازلفت الجنه للمتقین این بهشت آراسته شده برای متقین خب این متقین میتونه مرد باشه میتونه زن باشه بله این یک ذهن کوچکی بسیاری از افرادی که مثلا همه چیز را از یک آینه که تعصب یا به اصطلاح تفکیک جنسیتی میبینن یا اگه دی در درونشان از فکر میکنن که با همین ترتیب میتونیم که ما به اصطلاح دل خود رو خوش بکنیم که والله در بهشت نمیفهم برای مردی است که برای زنی است که نمیفهم مردای چنین دارن که چنین معیشتی دارن زنها محرومن گفای نادرست است مرد و زن در بهشت شما ببینید این آیه قرآن ولکم فیها ما تشتهی انفسکم برای شماست در بهشت هر چی اشتها زنم هر چی اشتها بکنه برش در بهشت مساعد است مردم هر چی اشتها بکنه در بهشت برش مساعد است خو اما هر کدام به اما اساس فترت و فطرت و تقاضای فطرت خود یک اشتها میکنه مثلا شما یک بچه و دختر دارین میبرین در یک مغازه و برتانی مثال بده. شما یک بچه و دختر دارین میبرین در یک مغازه هر دویشان مثلا از نظر سن و سال شاید تقریبا مساوی باشه با مجرد که اینا وارد این مغازه یا فروشگاه شدن دخترتان به اساس فترت و سرشتش فوراً طرف عروسکا رو است هست یا نیست یک هست. چیزی واقعیت است هست. بچه به اساس امو و سرش و فطرت خلقتی که بر او آفریده شده فورا به طرف مثلا اسباب ابزار مردانگی روان است مثلا موتر میخره خره تیارگه که جد می خره به اسب حتی یک تف یک تف به مو اساس فطرتش ایره تفکیک می قرآن بسیار دقیق است اگر گفته شده مثلا بر یک مرد در بهشت حور است تقاضای نمی مرد در دنیا میست مردا شما در دنیا نمیبینید چی وضعیت دارن چی حال روز دارن هر روز کس کش است به اصطلاح هر روز کش است دو و دعوا سر زن چهار تا میخوایم و سه تا میخوایم و دو تا میخوایم طب طبیعت انسان نیست برای این فطرت آفریده شده برای می داردیم. مثلا ما در آیاتی داریم که در قرآن یا در روایتی داریم که در بیش انواع و اقسام زیبرات است برای زنان چرا چون زن فطرتا هم رو دوست داره خواهشش هست. ما یکی از تجربیاتی که دارم یکی از انقلاب‌هایی که در داخل فامیلا هست همیشه سر زیبرات خانم است سر سر تلاس سر لباس است چون زن فطرتا طور آفریده شده که زیب و زینت و مثلا ظاهرگرا است دوست داره فطرتاً طور آفریده شده میخواه نمایش بده ببینن زیبایی همه داشته ببینن دیگران. اما مرد طور دیگری آفریده شده به همون از خداوند تبارک و تعالی در این میگه ولکم فیها ما تشتی شما هر, هر چی مرد اشتیاق میکنه نظر به تقاضای وجود مردانگیش برش مساعد است و هر چی زن اشتهام میکنه نظر به تقاضای وجود زنانگیش برش مساعد است آه. و بعد مثلا می تلذذ ال ایران چی که چشمایتان لذت ببره بعضی از نعمت ها شنیدنی است که مرد و زن مساوی از او بهره مند میشن بعضی از نعمت ها دیدنی است که مرد و زن از اون مساویانه بهره میشن بعضی از نعمت ها مثلا پوشیدنی است که هر کدام به اساس فطرت خود مساویان از اون بهره میشن بعضی از نعمت ها خوردنی است که هر کدام به مساویان از اون بهره من میشن با اندازه ظرفیتی که دارن از استفاده میکنن بنا من فکر میکنم که این آیات قرآن کفایت میکنه برای معرفی بهشت لازم نیست که ما بیایم سر از بحث کنیم که مثلا والا یک وقت یک ویدیو منتشر شد که در بیت نمیفهم اول که وارد بشیم بهش چی میدن برای انسان و بسیار جنجال و سر ایجاد کرده بود بله. یا مثلا یک مرد بیا ادعا کنه که در بیت برای ما مردایی است و نمیفهم که برای یک مرد چقدر اعداد و حور میرسه برای زن های چیز نمیرسه اینا 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 مواردی است که کسایی که به معنای واقعی آیات قرآن اوصاف بهش روایات درست و صحیح نفهمیدن میان سر مثالی هردوریز بحث میکنن هم خود رو به اصطلاح شک و تردید میندازن هم دیگرا به جنجال واقع میکنن یکی از موضوعات دیگه استاد که باز میریم سر نکات بعدی سوالات بعدی وقت پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم به معراج رفتن آیا در اونجا وا منظری از بهشت دیدند یا از دوزخ خدیدن و چی حکایت کردند اگر چند حدیث صحیح اگر روایت شده باشه استاد بسیار ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث صحیح که اگر چیزهایی که من دیدم یا من شنیدم یا من در مورد اون میدانم و میفهمم می شما میفهمیدید شما تصور قدرت درک و فهمی نداشت از اون یک روز یک مسیر میشن که صحابه با هم شوخی و مزاح دارن پیامبر صلی الله علیه و که اگر آنچی من میدانستم شما میدانستید حالتتان این نمی بود وضعیتتان یعنی گویا که حقا که در این قضیه انبیاء علیه السلام خصوصیات منحصر به فرد خودشان را دارن و کسی دیگری نمیتون از خصوصیات برخوردار بشه بنابراین خیلی از موارد یا به اساس وحی یا به اساس فردای ایجاب کنار برای اونها نشان داده میشه که برای امت نیست بود اما آنچه که ما به اعتقاد و باور داریم است که وجود بهشت جهنم و موجودیت اینها یعنی هیچ کسی نمیتونه از اینها انکار بکنه و حتی بالاتر از تصور ما بالاتر است تصور من یک مثال رو برتان بدم الله سبحانه و تعالی می و جنت این اردوها ارض السماوات والارض بهشتی که پهنایش اندازه زمین و آسمان است ارض السماوات والارض پهنای این بهشت یعنی این بزرگ است شما امروز ببین تصور کنید شاید در گذشته اگر بعضی از روایات می مثلا مردم به مسخرگی می گرفت یا به شوخی می گفت که والله مگر ممکنه ولی امروز در همین دنیایی که ما خودتان زندگی می کنیم مثلا شما آثار شرکت آثار رو برین ببینیم تحقیقاتش چی میگه در مورد سیارات در مورد مثلا ستاره های دیگه در مورد کرات دیگر چی میگن میگن شاید ممکن کره زمین که جمله کوچکترین کرات است کراتی وجود داره که نسبت به زمین چندین برابر حجم بزرگی این مشتری بله یعنی زمینی هم که ما ما ابتدا و انتهایش هنوز تا حالا تعیین نکردیم نمیفهمیم نه ارتفاعش نه عمقش نه به اصطلاح ابتدا و انتهایش چرا ما ضعیف تر یعنی در همین خود کره زمینی که آفریده شدیم ما که الله تبارک و تعالی میگه ولقد مکنناکم فی الارض ما شما در نمی زمین تمکین دادیم و جعلنا لکم فیها معایش برای شما اسباب زندگی در زمین فرام حتی در همین زمین ما عاجز ماندیم از تحقیق در مورد زمین هنوز برای ما معلوم نیست برای من است یکی از دانشمندان میگفت که ما تمام علم ما تا امروز به کائنات 5 فیصد است یعنی 5 فیصد ما در مورد کائنات علم داریم 5 فیصدی جهان هستی هنوز پوشیده است از بشر ما به این خاطر این نکته مطرح کردم که وقت خداوند میگه بهشتی که پهنایش اندازه زمین و آسمان است هفت آسمان رو شما تصور کنید هفت طبقه زمین و آسمان رو تصور کنید چقدر قدر این مثلا بزرگی داره امروز اگر به سرعت نور یک مشک زمین پرتاب بشه تا به آسمان چقدر زمان زمان میبره آسمان رو خب بگذار که تا نمی سیارات دیگه که پایین تر از, از چی قدر زمان میبره به اون لحاظ ما میگیم که آنچه که در قرآن ما و در روایات صحیح آمده به او اعتقاد و باور داریم ایمان داریم به هیچ جایی است که نه چشم کسی دیده نه گوش کسی شونیده نه در دل کسی تعال خطور کرده و نه قابل مقایسه به هیچ چیزی در دنیاست. بس. چرا رسول صلی الله علیه و سلم میگه نعمت های بهشت هیچ قابل مقایسه نیست با نعمت های دنیا بس. و الله تبارک و در وقت سوره بقره در ابتدای سوره بقره میگه وقتی بهشتی ها وارد بهشت میشن از نعمت های بهشت استفاده میکنن وقت اول میبینن برای اونها شبیه معلوم میشه میگن که یعنی شبیه این ما در دنیا دیدیم در حالی که میگه اون رنگش همون چنین است ظاهرش شبیه است اما کیفیتش لذتش خصوصیتش منصف خودش است که ایجا اصلا در دنیا تا دیده نشد دیده نشد و یک نکته دیگه هم اجازه بدین در اینجا اشاره بکنم به خاطر که شاید یک کسی بیا مثلا در زن تصور بکنه بگه والا اینا تخیلات است که مسلمان ها دارن و به اصطلاح نمیفهم چنین چنین اولا خب ما برای نمی آدم که چنین گپ میزنه ایره میگم که دو میلیارد مسلمان است چند میلیارد انسان در کره زمین با وجودی که بین اینها دانشمندا تجارها میلیاردرها سیاستمدارها زن مرد های خیلی فیلسوفا وجود داره مجموعه بزرگ از این انسانیت معتقدن که چنین چیزی وجود داره آه. یک نفر بلند شه بگه نه نه والله از, از, از فکر آه. زن شما مسلمان است یک نکته دوم یک ذات عظیمی که چنین جهان هستی رو با این زیبایی و با این خصوصیاتش آفریده که شما یک مرتبه مثلا با عمقی کهکشان ها با بزرگی اینها تصور کنید و تفکر کنید با این سیارات با این کائنات با این کرات با این نظم و نظامی که وجود داره در جهان هستی با این نگاه بکنید یا کسی که قادر باشه چنین جهانی رو بیافرینه مگر او قادر نیست که به اصطلاح یک بهشت و جهنم برای مجازات و مکافات بنداش بیافرینه ای دو ای سه چارم در هر چیزی ما وقتی انسانیم در یک شهر چند میلیون نفر زندگی میکنیم از خود به اصطلاح یک نظم و نظام و قانونمندی داریم مجرم داریم محاکم داریم محاسبه داریم حساب محاسب و کتاب داریم مگر ممکن خالق هستی این همه دنیا رو با این بزرگی با این همه انواع از مخلوقات بیافرینه و اینا رو همه رو بی بی‌سرنوشت بدون حساب و کتاب رایش کنه اف حسبتم نما ما خلقناكم عبسا تصور میکنید یعنی بیهوده است همه چیز اینا همه تو خودرو است غیر منطقی است همون لازمه برای خواهر و برادرای همیشه گفتم که کوشش کنید ما در یک قرار داریم که افرادیان کمر بستن که از صبح تا به شام تلاششان برای است که تو را بتوانند در اعتقاد و باور یک شک و تردید ایجاد کنند و تو را از دینت منحرف بسازند دقیق بله استاد بزرگوار یک از پرسش‌های دیگی که معمولاً در بین مردم عام است موضوع که از بهشت یاد میشه و روایت های از بهشت یاد میشه که شما به جزیات روی صحبت کردین موضوع حور بهشتی است استاد که بعضا در بین مردم عام این اصطلاح هست که برای هر مرد افتاد دو یا افتاد هوری بهشتی میرسه و امیر موساد کوتا شما صحبت کنین که هیچی گونه هست چون بعضا یک سوی تعبیرم از این صورت میگیره و در بین مردم عام این موضوع بسیار گرم و داغم هست معمولا انسانی که هنوز به دنیا نیمده در بدن مادر است برای انسان یک خبر برده شده که نمیتی یک دنیا بیرون شکم مادر که هزاران میلیون ها میلیارد میلیارد دختر است در کره زمین بله و هر کس هر چی دوست داره با 100 تا 50 تا اینا رابطه برقرار میکنه بله تحت عنوان به اصطلاح گل فرند و وای فرند بله یا بخشی از اینها مثلا میرن ازدواج میکنن یکی دو تا سه تا چهار تا به نکاح خود میگیرن این چه امکانات هست میتونه به اصطلاح وضعیت است در دنیا بله به آدم واکنش نشان بده مثلا مثال براتون گفتم بگی غیر ممکن است یا این کار عقلانی نیست یا این کار درست نیست مگر این معقول است ما وقتی از بهش صحبت میکنیم کاملا یک دنیای متفاوتی دیگر مراحل مختلف است ببینید ما چند نوع دنیا داریم یکی دنیای جنین است که در بطن مادر زندگی میکنه منصر به خودش است بعد از اونجا میایم به این دنیای هستی زندگی میکنیم این دنیا کاملا منحصر به خودش است خصوصیات خودش داره 50 سال 60 سالی هستیم به اصطلاح با فراز و ها بعد از این میریم به یک عالم دیگری به نام برزخ میگوین برش کاملا منحصر به خودش است تا که به اصطلاح باز وقوع قیامت بعد از این عالم برزخ انتقال پیدا میکنیم به عالم آخرت که در اونجا بحث بهشت است و حساب است و کتاب است و نعمت های بهشت و کاملا او متفاوت از این دنیا یا سه عالم دیگر هر کدام از این مزایای خودشه داره هیچ شکی در ازی نیست که در بهشت به تقاضای اهل بهشت هر چی بخواهن برشون خداوند فراهم کرد و هیچ انسانی هم بیرون از فطرتش بیرون از سرشت که آفریده شده تقاضای بیجای نمیکنه در اونجا بنا در اینجا تقاضا و خواهش زن ای است طوری که در دنیا شما میبینیم اقتضا و خواهشات زن کاملا متفاوت از مرد است هر چی به اساس فطرت زنانگیش میخواه برش مساعد است از خانه خوب زیورات خوب امکانات خوب خدم چی که میخواد برش تهی است انواع و اقسام خوردنی ها و پوشیدنی ها و نوشیدنی ها و این قضیه برای مردم در بهشت آنچه که به اساس فطرتش تقاضا میکنه مرد فطرتش همی خواستار است در دنیا زن میخواد در اینجا میخواد بله. و الله سبحانه و تعالی در نسل سری قرآن میگه حورم مقصوراتون فی الخيام. در باب واجی حور در قرآن علمای لغت ما یا به اصطلاح کسایی که اهل لغتن تعبیرهای مختلفی میکنن ولی قبیترین وارسترین تعبیری همیست که برای اهل بهش نظر به تقاضای اونها حور است و هور هم نوعی از زن است نوعی است. یعنی شبیه زن است حالا شاید یک چیزی متفاوت تر از این باشه و حتی ما دیدگاه داریم که همین همسر دنیای انسان در بهش برش تعبیر بهور شده همسر دنیای انسان با. کاملا زیباتر، جوانتر، خوش اخلاقتر به اصطلاح با تمام ویژگی های متفاوت تر از دنیا برش آماده میشه در بیشت. حالا تصور کنید مثلا مردی در بکنه هر چی تقاضا کنه خدا نیت بارک به طلب او میاره زنی هم در بیشتر تر چی تقاضا کنه خدا نیت بارک به طلب او میام کانو ساخت یه شما مثلا وارد یک بازار میشین در می دنیا مثال دیگر براتون وارد یک بازار میشین مارکت میشین انواع و اقسام مواد در اون مارکت وجود داره برای خرید و فروش است بات. شاید خیلی چیزای شما پسند میکنین که به اصطلاح همسرتون یا خانمتون پسند نمیکنه او رو نداره و شاید خیلی از موارد او انتخاب میکنه اجناسی در بازار که شما مورد پسندتان نیست هر کسی نظر به سرشتش، طبیعتش، مقتضای حالش، خواستش خداوند تبارک و تالا برش ما هم بساز بسیار تشکر استاد که این موضوع واضح شد فقط دمی یک نکته دیگر هم اضافه کردیم استاد که بعضا اترام تعبیر از گفته میشه که بدون شک از آیات قرآن دوستا یا که گرفتن که فامیل ها خدا آدم دیده میتونه و با فامیل های خود نزدیک میتونه باشه در بهشت آیا این موضوع یک از موضوعات هست که شما تاییدش میکنین؟ بله ببینید در سوره تور فکر کنم اگر اسم سوره رشته و نگرفته باشم الله تبارک به تالا در یک آیت میفرمد هم اتبعتهم هم به ایمان الحق نابين. کسایی که نسل اونا زوریه اونا به اساس ایمانداری و کارهای شاسته شان پیروی کردن ما در قیامت اونا رو با هم ملحق میسازیم یعنی با هم یک جا می, می اما هر کدام به ب... تفاوتی وجود داره هر کدام از خود مقامی داره زندگی داره جایگاهی داره امکاناتی داره کشفشی داره ولیکن اگر بخوان هم دیگر رو ببینن هر لحظی که بخوان دیگه رو ببینن برشان زمین و فرصت مساعد است. فاید. و یک تفاوتی دیگری هم وجود داره و تفاوت به است که تنها به اساس همو حسی انسانی نه هم دیگر به اصطلاح چی میکنن درک میکنن ولی از نظر عمرشان سن و سالشان همه تقریبا به یک،, یک, عمر قرار میگیرن از نظر مثلا جوانیشان به یک نوع قرار میگیرن اما نظر به همون روابطی که دارن نظر به همون مثلا حسی که دارن نفر مثلا حسی که برای پدر داره برای مادر داره مثلا برای همسرش داره برای فرزندایش داره همون احساس چون خودش یک نعمت است یک نوعی از نعمت هاست ما در دنیا میبینیم مثلا نعمت محبت فرزند چقدر زیاد است نعمت محبت همسر چی یک نعمت است نعمت محبت داشتن پدر و مادر چی یک نعمت است بنابراین یعنی این یکی از نعمت های است که در اونجا انسان اگر بخواهد و هر لحظه هم کار ازو داشته باشد برش مساعد میشه مساعد میشه بله استاد و فقط یک نکته دیگه هم در قسمت استاد که آیا آ... نظر به ای که در دنیا درجه های مختلف است یک شخص از لحاظ علمی و یا از لحاظ کاری که انجام می یا اعمال را که انجام می ته به یک درجه است یک شخص به درجه دیگه است آیا در بهشت هم کسایی که وارد بهشت میشن آیا درجه بندی هست اونجا یا به عنوان از اینکه یک شخص بسیار متقی بوده در دنیا و در اونجا درجهش بلندتر است اما یکی دیگه هم در بهشت است شاید درجهش از او در پایین تر باشه یه تک بحث هم وجود دارست بسیار نکته خوب اشاره کردیم بله بدون شک در بهشت درجات است طبقات است هر کسی نظر به اعمالش الله سبحانه و تعالی در نص سری قرآن می فرمد ولی کل درجات من معاملون برای هر کسی درجه ای هست جایگاهی است نظر به او چیزی که عمل کرده. عمل کرده تلاش کرده در دنیا زحمت کشیده یکی متدینتر بوده پرتلاشتر بوده زحمت بیشتر کشیده فداکاری بیشتر کرده اعتقاد و باور بیشتر داشته بر این مبنا و بر این راه بیشتر تلاش کرده بنابراین جایگاه ازو با یکی دیگر مساوی نیست که تلاش نکرده یا مثلا ما در روایتی داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله میگه وقتی شما از خداوند بهشت میخواهید فردوسی چه که بالاترین درجه یا مقام بهشت است و در سری قرآن میگه این الذین امنوا و عمل الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزولا کسایی که ایمان آوردن به بر مبنای و مختزیات ایمانشان عمل صالح انجام دادن اینها در بهشت فردوس که بالاترین درجه است در اونجا قرار میگیرن بنان در بهشت درجات مختلفی وجود داره و مخاطر خاطر مدار پیشترم اشاره کردم که انسان ها اگر در اونجا بخوان هم دیگر ببینن ببینن دوست میتونه دوست خود رو ببینه به اصطلاح خانم میتونه خواهر رو ببینه مرد میتونه برادر رو ببینه دوستایش ببینه پدر میتونه فرزندایش ببینه برادر و خواهر میتونه هم دیگه رو ببینن در اینجا اما برای هر کدام یک درجه معین و مشخص است شما فرض کنید بابت یک مثال دیگه بدم پنج تا برادر و خواهر در یک شهر با هم زندگی میکنه یکی در یک برج سطح طبقه زندگی میکنه یکی در یک ویلا زندگی میکنه یکی در یک آپارتمان کوچک زندگی میکنه یکی در یک خانگاه که کرایی زندگی میکنه بله. اما وقتی اینا میخوانم هم رو ببینن یک جای ملاقات رو تعین میکنن با هم هم دیگر رو میرن میبینن این به خاطر این گفتم که به ذهن عزیزان بهتر بینشینه که در بیش درجات مختلفی وجود داره حالا یکی درجه پایین یکی بلندتره تره یکی مثلا بزرگتر جاییش یکی کوچکتره هر کسی نظر به ما اعمال و کرداری که انجام داده اما زمانی میخوان همدیگر رو ببینن کاملا صد درصد میتونن به اصطلاح با سهولت همدیگر ملاقات کنن با هم پیشین چون یکی از نعمت های بهشت است لذت بردن و دیدن و نشستن و صحبت کردن با هم بله بله عالی است استاد آیا استاد نفس وجود می داشته باشد در بهشت که هر کس همین موضوعات حسادت و بعضی مواردی که دی دنیا انسان می داشته باشه در بهشت هست یا قلب و دل کلی صاف و پاک می باشه و بخی... یک. یک از تفاوتهای بزرگی بهشت با دنیا همین است بله. که به ما فی صدور و ما من غله ن سری قرآن بله. ما هرچی در دلتان از همه را بیرون می بله. از کینه و کدورت و حسادت و بغض و عداوت و دشمنی به همون خاطر برش میگویند بهشت اگر قریه‌ای که در او کینه و کدورت نباشه اتحاد و همدلی و وحدت و دلسوزی و مهربانی و حرمت باشه محبت باشه و قریه است میگیم در دنیا شهر که مردم اون شهر با هم همدل و هم فکر و حرمت متقابل دارن نسبت به هم دیگر بدبین نیستن میگیم این شهر نیست بهشت است به همون لحاظ میگیم که بهشت جایی که هیچ کسی نسبت به کسی بدبینی نداره عقده و کینه نداره هیچ چیزی سبب آزار و اذیتش نمیشه مرگی در انتظارش نیست که انتظار باشه و فردا میرم. برش نعمت های بهشت خستکن نیست چون تکراری نمیشه بب. الله سبحانه و تعالی انواع و اقسامی از نعمت ها رو بر بندش به اصطلاح با هر لحظه و هر ساعتی که میخواد تنظیم میکنه بب. ما یکی از از دلایلی که در دنیا خسته میشیم یکی نمی و, و کینه ها و حسادت ها و بغض و دشمنی ها است دومیش است که بسیار چیزها برای ما تکراری میشه خستکان میشه به خاطر در دنیا در نتیجه با او راحتی صد درصد نمیرسیم خیلی از مردمی که هنوز به پول نرسیدن امکانات نرسیدن اینا تصور میکنن که والله اگر ما مثلا به فلان موقعیت برسیم از زندگی صد درصد ما راحتیم نه عزیزی من به هر موقعیتی از زندگی برسیم از پول از قدرت از ثروت از امکانات بازم هم احساس کم بودی میکنی و دنبال یک گم شده دیگری میکردی دقیق استاد فقط دو سه نکته دیگه هم استاد است که روی صحبت میکنیم باز میشه برنامه را ختم میکنیم انوای بهشت استاد شما گفتین که بلندترین درجهش فردوس است بهشت فردوس است از دیگه درجات شما استاد یاد شده در قرآن و اگر نام ببرین بله ما در روایت داریم که پایین ترین درجه بهشت برای آخرین فردی که به اساسی جرم و گناهش مجازات شده از جهنم بیرون شده وارد بهشت میشه به اندازه است که شما تصورش هم کرده نمیتونید در دنیا <applause> یعنی اگر اندازه کلی قدرت های پادشاه های دنیا رو جمع کنی برای بدی بازم به اون نعمتی که برای داده شده قابل مقایسه نیست شدید در ذهن بعضی از افراد خیلی بسیار سنگین و کلان میاد که والله یعنی فرض کن در دنیا مثلا صد و چند کشور تصور بکنی صد و چند تا پادشاه با امکانات اگر کل این بر یک نفر داده بشه چقدر زیاد است در برابر نعمت های بهش چی چرا کل ایفانی شده نیست از بین رفتنی نیست اکسپایل شده نیست اما اون چه که بهش برای انسان در اختیار انسان قرار داده میشه هم جاودانه هست هم به اصطلاح بهداشتی است هم جدید است هم به اصطلاح خسته برای انسان و انسان در اونجا احساس راحتی صد در صد میکنه به خاطر ما در بهشت میبینیم که از درجات مختلفی شروع میشه انبیاء علیه السلام و السلام یک درجه خاصی دارن اولیاء خدا درجه دارن هر کسی نظر به مو تلاشش شایگاهی زحمتش یک مقامی داره و این قضیه ای مثال رو برتان بدم ما در دنیا هم میره به چشم سر میبینیم در دنیا لیس للانسان الا ما هر کسی سعی تلاش بیشتر کرده جایگاه بیشتری داره مثلا طرف تلاش بیشتر کرده بیشتر درس خونده نمرات بیشتری کرد. بله. طرف مثلا کار بیشتری کرده زحمت بیشتری کرده بزنس بیشتری کرده مثلا در بسیار از موارد بسیاری از از سختی ها رو تحمل کرده در به اصطلاح امکاناتی بهتری قرار گرفت خب بله. به خاطر قرآن میگه که ولی کل درجات برای هر کسی یک درجه است بله. یک جایگاه است یک مقام است شما مثال فرض کنید یک مثال دیگر براتون بدم تا قضیه واضح بشه پنج نفر با هم سفر میکنن میرن در یک کشور یکی در یک شب یک هتل میگیره مثلا شب 5000 دلار یک واحد برای خودش رزرو میکنه یکی شبی مثلا 4000 یکی شب 3000 یکی شب 2000 یکی شب 1000 یک هر کدام نظر به جیب و درآمدی که داره مصرف میکنه آخرت نتیجه هست نتیجه دنیا محل مزرعه است محل کشت است محل تلاش است آخرت محل برداشت محصول است نتیجه است به همون خاطر بحث حساب و کتاب است در روز قیامت که انسان ها محاسبه می شون. هر کسی به حسب اعمالش برش پاداش داده می شون. شما وقتی مثلا در دنیا هم می بینید در یک دانشگاه کل شاگرده ازشان اگر امتحان گرفته میشه نظر به لیاقتش برش نمره داده میشه. در استخدام نیروی کاری در ادارات از همه امتحان گرفته میشه هر کسی نظر به مو لیاقتش برش یک بست داده میشه یا مدیر میشه یا وزیر میشه یا رئیس میشه یا وکیل میشه درجات متفاوت است و این قضیه در قیامت این معنای محاسبه دو چیز است یکی ظاهر شدن حق و باطل است در اونجا که مثلا حق چی کسی را خورده و به اصطلاح چقدر ظلم کرده و جنایت کرده و باید امروز جبران بکنه و دوم ثابت ثابت شدن جایگاهی نظر و تلاش که در دنیا کرد عالی است استاد آیا خداوند در بهشت میبینیم؟ حقا بدون شک بله ما در آیات متعددی در قرآن داریم که وجوه یوم اذ الناظره الی ربها ناظره این ایک آیت سری قرآن است و رسول صلی الله علیه میگه شما زود است که پروردگارتان را ببینید چنان که مثل ماه شب چارده را میبینید یعنی مثل که در دیدن ماه شب چهارده میلیون ها انسان او را میبینند هیچ ازدهامی در دیدنش ایجاد نمیشه همچنین شما را بتانه میبینید که بدون ازی ازدهامی در ایجاد بشه و در بهشت یکی از نعمت های بزرگترین نعمت بارسترین نعمتی که در بهشت است ملاقات با الله سبحانه و تعالی است و ما آیت سریح دیگری در قرآن داریم که الله تبارک تعالی میگه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربیه احدا این آیت قرآن کسایی که امیدوار هستند به ملاقات ربشان در روز قیامت در بهشت پس عمل صالح انجام بدن به پروردگارشان شریک قائل نشوند یعنی خداوند وعده داده برای بندگانش و شاید در ذهن کسی سوال خطور کنه خب چرا در دنیا ما نمیتونیم ببینیم ما خیلی چیزایی در دنیا به اصطلاح قدرت دیدنی رو نداریم مگر تو میتوانی در دنیا طرف آفتاب نگاه بکنی پنج دقیقه رو نمیتونی نگاه بکنی نمیتونی طرفش ببینی ما اون ظرفیت رو هنوز نداریم او توانمندی رو هنوز نداریم به خاطر موسی علیه السلام گفت پروردگارا من میخوام که ببینمید خداوند جله جله گفت من خود رو در روی کوهی تور بیند ازم تو ببین نگاه کسی که میتونی تعمالش کنی فخر موسا سعیقا موسا می میفته در زمین ولکن در آخرت چون کاملا قضايا متفاوت میشه نسبت به دنیا قضايا دنیا چشم انسان، گوش انسان، دست انسان، اعضای بدن انسان، خواسته های انسان همه چیز تغییر بید مثل که حتی زمین خداوند جل جلاله میگه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و متویات بیمینی روزی که ما زمین رو تبدیل میکنیم به یک زمین دیگر و این آسمان ها رو در هم میپیچیم همه شان جمعش میکنیم یعنی قیامت همه چیز تغییر می بنابراین بنا به اول حس هیچ شک و تردیدی در این نیست که پروردگارمان را میبینیم میبینیم بله و به عنوان آخرین پرسش استاد چون که بحث بهشت یک بحث بسیار بزرگ است و بدون شک یک بحث از چقدر روی صحبت شد بر دوستان معلومات مفید است چون دوستان بعضا در تردید و در بعض موارد که بر میخورند در زندگی خود سوال در می باشه. از نعمات بهش صحبت شد استاد از تمام کیفیت های بهش صحبت شد دی برنامه به نوان آخرین پرسش اگر کوتاه بگین که ما چگونه به بهشت برسیم و چیگونه بهشت به دست بیاریم که به زندگی که فعلا اعضای ما میبینن خانواده های ما میبینن خانما قایان دوستایی که میبینن چی کنیم استاد به زندگی خود که ما بهشتی شویم و به بهشت برسیم چهار نکته خوب اشاره کردین ما یک مشکلی که در ما بسیار از مسلمان از این است که همه ما بهشت طلب هستیم اما دنبالی به دست آوردن یا به دنبال ساختن بهشت نیستیم اما ما بهشت طلبیم میخوایم بهشت میخوایم ما ولیکن حاضر نیستیم که بهشت بسازیم غافل از که راهی بهشت از مسیر دنیا رفت و دست آوردن بهشت از ای دنیا میشه اینجا محل زر است محل کشت است محل تلاش است محل جد و جهد است محل عمل است فردا که از اینجا پرونده بسته شد دیگه تمام هر چی اینجا کردی اونجا نتیجه میبینی محصولش میبینی هرچی اینجا کردی اونجا نتیجه و محصولش میبینی بنان راه رسیدن به بهشت آنقدر سخت نیست طوری که بسیار تصور میکنیم ببینید شما در ابتدای جزء 18 همه قرآن الله سبحانه و تعالی یک سلسله صفات را بیان میکنه و بعد میگه کسی اگر نمی ویژگی ها رو داشته باشه و از اهل بهشت فردوس است یعنی در دنیا طرف نظر به معیارهای قرآنی میفهمه که ما جهنمی یا بهشتیست یک کس آمد نزد یکی از بزرگان دین گفت کاش خداوند در دنیا مشخص میکرد که ما یا بهشتی گفت خداوند مشخص کرده اگر تو بخوای بفهمی قفت چطور؟ قفت خداون گفت چطور گفت خداوند گفته ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم ابرار انسان های خوب در بهش و انسان های فجار یا فسوق در جهنم در این ابتدای جزء اجرام خداوند تبارک و تعالی چندین صفت بیان کرده که این اوصاف هم بخش عبادات ما هم بخش اعتقادات ما هم بخش تعاملات ما هم بخش اخلاقیات ما شامل میشه گفته قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و تحقیق کرستگار شدن مؤمنانی که نمازشان را درست خواندند و الَّذين هم عن اللغو موردون اونهایی که سخنهای لغو از لغویات و چتیات میگوریزن یعنی به این معنا که نه کسی با دستشان نه با زبانشان آزار زیاد نمیکنن توهین تحقیر تمسخر لغویات چتیات تهمت به اصطلاح بهتان غیبت نمیزنند با کسی و الذين موردون ای دو می است و هم فاعلون زکات انبالشان رو که این بحث اقتصادی رو تشکیل میده والدین هم لفروج محافظون شرمگاهشان حفظ میکنن که امو تعهد و افت و حفظ افت و عزتشان سلامتی خودشان به سلامتی جامعه رو تزمین و بعدش میگه والدین هم اماناتیم کسایی که امانت را رایت میکنن و عهد و پیمان والذین راون و و پیمانشان میکنن و بعد در آخر آیت میگه که یک آیت دیگه هم باب در مورد نماز میگه میگه والذین علی الصلوات میحافظون نمازایشان محافظت میکنن بعد در اخیر آیات نتیجه رو چی میگه که هم الوارسون الذین يرثون الفردوس هم فیها خالدون اینا وارثین بهشت فردوس هستن یعنی اوصاف چیه یکی ادای نماز است به شکل درست ادای زکات است به شکل درست محافظت از نماز است به شکل درست دوری از سخن و چتیات یعنی محافظت از زبان است در حقیقت به معنای واقعی به شکل درست و صحیح رعایت امانت است رعایت عهد و پیمان است یعنی طوری اوصافر بیان کرده که هم شاملی بخش عبادات بخش اعتقادات بخش معاملات بخش اخلاقیات همه را شامل میشه یعنی کسی اگر اینا رعایت بکنه از اهل بهشت ولی متاسفانه درد اینجاست که هیچ کدامی از هم در جامعه اسلامی رعایت نمیشه شما مثلا در در کشور خود ما شما ببینید اینجا میگه امانت را رعایت کنید در اینجا چقدر خیانت به امانت ها صورت میگیره از 20 سال گذشته تا به حال رو ببینی از بزرگتر تا کوچکترینش امانت یعنی هر چیزی رو به اهلش سپردن هر چیزی رو به اهلش سپردن حالا یک اعتراضی دارن میگن حکومت کلش هم الله گرفته بالاخره برای مردم دیگه چیزی نمیده حالا هم تا خب می دیدیم که چی چی یک جانان ها وزیر میشدن که خط از روی خواندن توانست. ما نه از او خیر دیدیم نه به گفتیم اون مردم از یکی دیگه ایش متاسفانه و مثلا در اینجا گفته شده عهد پیمان را راحت میکنن چقدر عهد شکنی و خیال دروغ پردازی پردازیست در او جامعه در اینجا گفته شده زبانشان و, و محافظت میکنن از لغویات دو و دشنام و توهین و تحقیر و تمسخر و بهتان و نفری نیست که در اون جامعه مگر ای که وجود داره در اینجا گفته شده مثلا شرمگاهشان حفظ میکنن نه از و بیعفتی در اونجا چشم است که مثل گرگ بریدون دنبال و ناموس مردم دخته است در هر سر کوچه و بازار ببینی که فقط مثل که گرگی در یک کمینی شکار باشه گفته نماز درست میخوانند بر رست کردم و تو سیب خونده روان است که نه خودش میفهمه چی خوند همین رقم نماز خوند محافظت از نماز میکنن کجا محافظت از نماز میکنیم نه نظافتی نه نزاکتی نه اخلاقی نه ادبی نه تربیتی نه به اصطلاح متاسفانه درد است اینا در دین برای ما میگه اگر شما واقعا بهشت میخواید باید درست شوید بله استاد بسیار شکر از معلومات عالی و راه رسیدن به بهشتام شما گفتین با استناد از آیات کلام الله مجید که دوستا به این موضوعات و اعمال اگر دست بزنن و در زندگیشان باشه انشالله که وارد بهشت خواهند شد و خداوند واضح تشریح کرده راه, راه رسیدن به بهشت را در قرآن پاک و ما آخرین نکته که اشاره میکنم در بابی که راه رسیدن به بهشت است که تأکید قرآن از ابتدا تا انتهای قرآن دو جمله است ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الذين امنوا وعملوا الصالحات کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن یعنی ایمان و عمل صالح راه رسیدن به بهشت است ایمان یعنی چی یعنی باور داشتن به خدای یگانه باور داشتن به محمد صلی الله علیه و که آخرین فرستاده خداست باور داشتن به که قرآن کتاب برحق الهی در کره زمین باور داشتن به که وجودی بهشت و جهنم باور داشتن به زنده شدن بعد از مرگ ایره میگن ایمان عمل صالح از صفر تا صدش هر چی و کل ما یحب الله و یرضا هر چی خدا دوست داره و راضی میشه شما انجام بده از کوچکترینش که ایمات تل طریق یعنی دور کردن یک چیزی که سبب آزار اذیت مردم میشه سر راه مردم تا بالاترینش که هر چی شما محاسبه میکنید این عمل صالح محسوب میشه در اسلام مثلا نماز روزه زکات اینا بخشی از عمل صالح است خدمت به خلق الله دیگه بخشی عمل صالح است احسان به والدین دیگه بخشی عمل صالح است رعایت حقوق زن و شوهری دیگه بخش عمل سال است تربیت سالم فرزندان دیگه بخش عمل سال است عمران و آبادی جامعه دیگه بخش عمل سال است تعلیم و تعلم دیگه بخش عمل سال است اخلاق خوب رعایت کردن دیگه بخش عمل سال است حرمت رعایت کردن آبروی و عزت دیگران حفظ کردن دیگه بخش عمل سال است همه اینا جزء اعمال سال است وفا، صداقت، امانت، راستی، اف، گذشت، مهر، محبت، حرمت اینا همه جزء اعمال سال محسوب میشه دقیق دقیق استاد بسیار تشکر استاد خداوند شما را جنتی بسازه و دوستانی که بیننده هستن بسیار تشکر از معلومات همه جانبه بحث بهش استاد یک بحث بسیار بزرگتر است انشالله که روی بعض از بودهای دیگهش در برنامه های آینده صحبت خود کردیم و فکر میکنیم به این برنامه سلام همه قدر کافی است و دوستا هم پرسش های متعدده که داشتن در این زمینه که بر ما روان کرده بودن از طریق پیام و از طریق کامنت هایی که نوشته بودن ان که برشان رسیده باشه باز هم صحبت خاط کردیم حساب بسیار تشکر به این برنامه سلام همه قدر بود و اوقات و لحظات خوش داشته باشین حساب خدا حافظ نصرت زنده باشین دوست عزیز این بود برنامه سلام به این هفته ما و شما و اگر شما علاقمند هستین میتونین که نوشته کنین کامنت های تونا چنل سابسکرایب کنین و پرسش هایی که شما دارین و موضوعات دیگه که ما روش صحبت کنین سلام با استاد استاد بزرگوار استاد قاضی زاده عزیز انشاءالله که ما روی صحبت خود کردیم اوقات لحظات خوش الله نگهدار